سلام سمای عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم امروز. خوش اومدین. سلام، ممنونم، مرسی. اگه دوست دارین خودتون رو خیلی کوتاه معرفی کنین. من سما هستم، هلند زندگی میکنم. همین. خب من همیشه به رسم همیشه که با مهمونامون صحبت میکنیم توی کانال، خیلی دوست دارم اولش راجع به این یه مقدار صحبت کنیم و بدونم که کلا با دنیای سایکدلیکا چطور آشنا شدین، آیا مثلا خودتون رفتیم سراغ تریپ کردن یا اینکه مثلا توی شرایطش قرار گرفتین. یه مقدار راجع به اینا دوست دارم صحبت کنیم. ببین، با دنیای سایکدلیک از طریق کتاب آشنا شدم و اینکه در واقع قارش اومد سراغم. نه، من نرفتم سراغش و اینطوری بود که میخواستم تریپ کنم، یعنی خیلی وقت بود که مثلا در موردش فکر میکردم، میخواستم تریپ کنم ولی هنوز فکر میکردم آماده نیستم، ولی توی شرایطی اتفاق افتاد، یعنی میتونم تو شرایط قرار بگیرم انجامش بدم یا از قبل با برنامه ریزی بخوام تریپ کنم، نه، ولی توی شرایطی بودم که تریپ اتفاق افتاد. خیلی جالبه. این یه تایمی توی زندگی خودم بودش که خب من اصلا به خاطر خب یه سری وضعیت ذهنی خرابی که داشتم اصلا به این فکر نمی کردم که بخوام توی اون دوره از تایم سراغ سایکدلیک برم، ولی خب یهو یه اتفاقایی دست به دست هم دیگه میده، یه آدمی یا توی یه شرایطی میبینی، اون یه حرفی میزنه، یه مسیرهای خود به خود باز میشه، اون اتفاق در نهایت میفته که اصلا فکرشو نمیکنی و این دقیقا همون کالینگ ماشرومه که شما راجبش صحبت میکنین. آره، برای من اینطوری بودش که خب من رفتم میکرودوز خریدم، یعنی فقط میخواستم که برای حالا چون یه مقدار سرم خیلی شلوغ شده بود ماه گذشته، فقط یه مقدار گفتم اوکی میکرودوز به خاطر اینکه حالا یک مقدار انرژی میده، یه مقدار پاکسازی میکنه و اینا، گفتم اوکی میکرودوز رو تهیه میکنم. اینطوری بود که اصلا خب مغازه میکرودوز رو خریدم و میکرودوزی که من گرفتم ترافل بود، توی هلند ترافل آزاده ولی خب نژادش اسمش یادم نیست، حالا براتون عکسشو میفرستم که بذارید حالا بعد. بعد اینطوری که خود ترافل رو در واقع توی بسته‌های خیلی کوچیک‌تر با مقدار خیلی کم بسته‌بندی می‌کنن و مثلا حالا 3 واحد 4 واحد توی بسته می‌ذارن و شما می‌تونید بگیرید و برید حالا تو سایتش ثبت نام کنید و اون سایت بهتون میگه که اصلا این میکروسوفت قراره چیکار کنه تو بدنتون، چی رو قراره تجربه کنید. و من همه گفتم اوکی دیگه، رفتم تو سایتش هم نگاه کردم، ثبت نام کردم، نگاه کردم دیدم اوکی نوشته مثلا دوز پایین تر ترافل، شما مثلا قرار است 30 کفی تریپ توی مثلا دوز 12.5 گرمی میبینید اینجا تجربه کنید، نه ویژه میبینید نه فلان میبینید. گفتم اوکی دیگه. خب من همون روزم هم داشتم اتاق دخترم رو کاغذ دیواری میکردم و دیگه یه مقدار از خود ترافل خوردم، مثلا ترافل هم مزه گردو میده، یعنی انگار شما دارید گردو میخورید دیگه. این مقدار خوردم و شروع کردم به کار و این خوردنم که میگم خیلی ذره ذره تو حدود مثلا همون مقدار خیلی کمیش هم من حتی نیم ساعت طول کشید که مثلا خوردم. بعد داشتم کازیواری میزدم یهو دیدم احساساتم به حدی شدید شد، ناخواسته گوله گوله اشک از چشمم میومد، اصلا برام خیلی عجیب بود. گفتم این مال تریپه، این اصلا میکرودوز نیست. آره، چون میدونستم احساس میدونستم که وقتی تریپ میکنی احساساتت چه شکلی میشه و دیدم اوکی داره تریپ اتفاق میفته، اصلا میکرودوز نیست. خیلی عجیب بود که برای من مثلا یک واحد میکرودوز برای من اینطوری عمل کرد و این یعنی این که قارش داشت بهم میگفتش که ببین تمام ستنسینگایی که تو ذهنت برای خودت ساختی بذار کنار، من اونطوری که تو زندگیت باید عمل کنم عمل میکنم و من این آگاهی رو داشتم و گفتم اوکی پس داری اتفاق میفته. و من خونم خیلی نزدیک بودن، یعنی این جنگلی که الان اینجا واسه همینا میخواستم ویدیو اینجا گرفته بشه، اینجا کنار خونم 5 دقیقه با خونم فاصله. یه لحظه بین حرفتون عذرخواهی میکنم من، خب حالا که این تریپ داشته اتفاق میافتاده و یهو شما به خودتون اومدین دیدین به خاطر میکرودوز رفته بودین جلو و یه تجربه سایکدلیک داره جدی جدی اتفاق میافته، میخوام بدونم که از قبل آشنا بودین مثلا، خب گفتین که با کتاب با این دنیا آشنا شدین، انتظار اینو داشتین که اصلا قراره چه اتفاقایی بیفته یا اینکه مثلا اتفاقایی که افتاد کاملا براتون جدید بود یا هیچ ایده‌ای نداشتین مثلا چی قراره بشه؟ نه
نه کاملا باش آشنا بودم، چون من حدود شاید 1 ماه قبلش تریپ سنتر دوست خودم بودم و کتاب های زیادی در موردش خونده بودم، تمام ویدیوهایی که توی یوتیوب اصلا توی اینترنت در موردش وجود داره، تجربه تک تک افراد چه ایرانی چه خارجی رو خونده بودم، گوش داده بودم و یعنی همه چیزی که بعد در موردش میدونستم و میدونستم. اوکی. فقط این که میگم خودم آماده نبودم براش، واقعا نمیدونم چرا آماده نبودم و شاید پیش‌فرض ذهنی نسبت بهش داشتم و فکر میکردم که هدف از ستن ستینگ یعنی این که شما تمام چیزهایی که فکر میکنید میتونه روی تریپتون تاثیرگذار باشه رو ایزوله کنید، یعنی اینطور فکر میکردم. اما تجربه خودم یعنی قارچ اومد این درس رو به من داد که نه اینطور نیست. اگر شما هدفت از قارچ، به نظر من آدم ها دو دستن وقتی تریف میکنن، یه سری که به شکل یعنی فکر میکنن دراگ برای حالا سرخوشیه یه اشغالیه یا یه فازی میخوان روش وردن اون مدلی مصرف میکنن، یه دم نه اصلا کلن دنیای قارچ رو یه دنیای دیگه شناختن و از اول میخوان که وارد یه بعدی بشن، یک سری چیزها رو توی درون خودشون درون زندگیشون تغییر بدن، درست کنن، یعنی با اون آگاهی سری میرن. درست. یه سری هم اون اونایی که خب اوکی فقط به اسم دراگ میشناسنشون و کسن هیچی، ولی من اونطوری بود که کلن هدفم این بودش که قارچ بیا توی زندگی من و اون بخش از ضمیر ناخودآگاه من که من نتونستم توی دنیای خودآگاه اون رو ترمیم کنم، اون رو شفا بدم، اون رو بیاد به من نشون بده، اون رو بیاد به هم کمک کنه، اون من با اون روبرو بشم. خب کلن هدفم این بوده. خب و دقیقا جالبه که دقیقا واقعا میتونست این کار رو کرد در ساعتی که من اصلا هدفم، ولی این هدف به طور هدف کلی برای تریپ اینو داشتم اینجا. خب ولی خب میکرودوز اینطوری بودش که اگه قراره من، یعنی قارچینی بهم گفته اگه قراره من این کارو برات بکنم، تو اون کسی نیستی که قراره الگوریتم درست کنی یا همه چی ایزوله کنی بعد به من بگی خب حالا بیا این کارو واسه من انجام بده. نه، من اونیم که تو رو تو شرایطی قرار میدم که کارایی که قرار انجام بدم تو اون شرایط انجام بشه. درسته. همین می‌خواستم اینا رو یه مقدار از قبل بدونیم، یه ذره با شرایط ذهنیتون آشنا باشیم. و حالا گفتین که داشتین کاغذ دیواری آماده می‌کردین و کار می‌کردین و یهو تریپ اتفاق افتاد. آره. اتفاق افتاد بعد دیگه دیدم وقتی اینقدر احساساتم بالاست، یعنی خیلی دیگه شد، گفتم از خونه زدم بیرون اومدم همین جنگله. تمام مسیری که می‌میدم تو این 5 دقیقه‌ای که می‌اومدم و واقعا همچنان داشتم اشک می‌ریختم. و سوالات، فقط سوال می اومد توی ذهنم. من توی بچگی 9 سالم بود که پدرم از دست دادم و واقعا همیشه درونم هیچ وقت با این قضیه کنار نیومده بودم، هیچ وقت. و یه سری سوالات برام مونده بود از این که خب چرا یه دختر بچه به اون کوچیکی باید همچین رنجی رو تحمل کنه، چرا مثلا باید زندگی طوری باشه که اینقدر رنج این همه سال همراه من باشه و اینقدر همیشه روی من تاثیرات خودش رو بذاره. و اصلا از بابام سوالش این که اصلا چرا رفتی، چرا مثلا منی که میدونستی من خیلی بچه‌ام، برادرم کوچیک، یعنی میدونستی ما خیلی کوچیکیم، چرا میتونستی که بیشتر زندگی کنی؟ یعنی به عنوان یه بچه همیشه این سواله با من بود، این رنجه با من بود. و اتفاقی که تو تریپ افتاد تو این مسیر تمام سوالاتی بود که از این پروسه که من زندگی کردم، یعنی مثلا من 9 سال، آره یه حدودا 31 سال 32 سالی که پدرم از دست دادم، تو این پروسه تو ضمیر ناخودآگاه هم بودن. یعنی هیچ وقت من اینا رو خودآگاه، حتی من زمانی که مثلا پیش تو ایران پیش یه تراپیستی رفته بودم در مورد همین مرگ بودم، اونم بهم گفته که تو هیچ وقت این مرگ رو نپذیرفتی، واسه همینه که کابوس میبینی، واسه همینه که یه وقتی استراب رو تجربه میکنی. ولی خب هیچ وقت نمیدونستم، تو خودآگاه هم نمیتونستم این قضیه رو با خودم حل کنم که چرا
این عدم پذیرش از کجا اصلا میاد؟ چرا من نباید بپذیرم؟ خب من مراسم خاکسپاریشو دیدم، میدونم نیست. مثل همه آدما که عزیزانشو از دست میدن میدونن که خب طرف رفته دیگه نیست. ولی چه چیزی تو زمین ناخودآگاه من اینو نمیپذیره، اکسپت نمیکنه. و اون سوال دقیقاً همون چیزه بود. اینکه اون دختر بچه دوست داشت پدرشو کنار خودش داشته باشه. و تمام این رنج به این علت بودش که از دست پدرش عصبانی بود که چرا تو مرگ رو به جای زندگی انتخاب کردی و این انتخاب تو باعث شد که من همیشه رنج بکشم تو زندگی من، انقدر پر از زخم باشه روحم. و این سوالات ازش پرسیدم و فقط سوال می اومد دیگه، چیزایی که بتوزم سوالاتی بود که تلمبار شده بود تو زمین ناخودآگاه و خیلی سوالات دیگه هم. تا حدودی فکر کنم نیم ساعت از نیم ساعت یه فرستریف گذشت دیگه و همچنان عشق میریختم و این سوالات میپرسم. اومده بودین توی همین طبیعتی که الان اینجا هستین درسته؟ آره تو همین جنگله. درسته. حالا جلوتا میگم تو جنگلم چه درس هایی داشت. یعنی تریپ برای من لحظه به لحظهش درس، لحظه به لحظهش، یعنی خودش به میگفته میشد اینگاه که یک انسان داره با من صحبت میکنه. و یه چیزی هم این نکته ای دارم بگم. وقتی که تریپ کردم یک انرژی مثل یک انسان، یک انرژی منفی که باعث یه سری از رنج ها تو زندگی من شده بود، این یه انسان کنارم بود. یعنی انگار یه من و اون با هم دیگه قدم زدیم، از در خونه اومدیم بیرون، میدیدمش این یه سایه، این یه انسان کنارمه و میدونه من از یعنی به این آگاه بودم که این همون انرژی منفی است، این همون چیزیه که باعث شده که حالا یه سری از رفتارهای استرگونه تو زندگیم داشته باشم. این بود، این همینطور کنار من ساکت بود، میومد کنار من، من راه میرفتم اینم میبود و حسش میکردم کامل. تا نقطه ای که دیگه من رسیدم تو جنگل، یه جایی دیگه واقعا خیلی خسته شده بودم، خیلی راه رفته بودم و دیگه نشستم کنار یه درختی و از اونجا به بعد دیگه ذهن من ساکت شد، کاملا ساکت شد. دیگه از اون به بعد پاسخ‌ها بود که می اومدن، پاسخ‌های تک تک سوالاتی که پرسیده بودم توسط پدرم، با صدای پدرم هم پاسخ داده می شد به من، تک تکش پاسخ داده می شد. از اینکه چرا پدرم تو سن از دست دادم، از اینکه چرا من باید مثلا این رنج رو تحمل می کردم، چرا مثلا سبک زندگیم طوری بودش که این شکلی بشه. و وقتی پاسخ ها تموم شد واقعا آرامش و قدرتی عجیب، یه قدرتی که انگار مثل توی نمیدونم، مثل توی انیمیشن ها، مثل توی این برنامه کودک های واد دیزنی که این قهرمان ها قرار دنیا رو تغییر بدن، یه همچین قدرتی درون خودم حس میکردم، قدرتی که یعنی اگه دنیا آتیشم میگیره اون منم که میتونم همه چی رو درست کنم، اون منم همه چی، نه برای دیگران، برای خودم ها، نه برای دنیا، برای دنیای خودم منظورمه، اون منبع قدرت منم. و اگر هم رنجی بوده، اگر هم سختی بوده، دردی بوده، فقط به این علت بوده که به نقطه‌ای از قدرت برسی که بدونی منبع اصلی قدرت و اینقدر قدرت داری که تو بتونی همه اون شرایط رو تغییر و این قدرت به تو اعطا شده، میتونی ازش استفاده کنی، میتونی زندگی تو اونجوری که میخوای درستش کنی، تراشش بدی. اینها چیزایی بودش که کلیاتش بود، یعنی کلیات چیزی بود که من تجربه کردم. و از لحاظ ویژن که خب هر کی تریپ میکنه یه ویژنی ممکنه مثلا ببینه، نور ببینه، چیزی ببینه، ولی من از اونجایی که تو طبیعت بودم مثلا درخت رو میدیدم که مثلا با چشمانش داره با من ارتباط، یعنی انسان چطور پلک میزنه، قشنگ چشم درخت برای من مثلا مشخص بود که داشت پلک میزد. یا نهال، مثلا یه درختی بود که نهال خیلی کوچیکی از یه درختی بود، من یه دختر 15 ساله دارم و این نهال یهو انگار شروع به رقصیدن کرد و به من گفت که مثلا من هم مثل دخترتم، یعنی هیچ فرقی با اون ندارم. آره و من واقعا نوازشش کردم، بوسیدم اون درخت، اون نهال کوچیک رو.
یعنی میخوام بگم برای من این مدلی اتفاق افتاد تو طبیعت که گیاهان با من ارتباط برقرار میکنن، حتی تک تک خزه ها اون احساس زنده بودن خودشون رو به من منتقل کردن. یعنی من از اون روز به بعد توی طبیعت الان روی نیمکت نشستم، یعنی توی طبیعت نیم حتی روی زمینم دیگه نمیشینم تو جنگل، مگر اینکه نقطه باشه که هیچ خزه و گیاهی نباشه، خاک باشه، اونجا اوکی میشینم. حتی اون تو تیری هم خیلی گشتم تا این نقطه رو پیدا کنم که هیچی نباشه، اقدار بتونم بشینم. این لحاظ چیزهای بصری، چیزهایی که میبینی، برای من این مدل اتفاق افتاد که طبیعت، واقعا زنده بودن طبیعت رو دیدم. چشم درختان، گیاهان، تک تکشون، تک تکشون گاه که یک موجود زنده بودند، هیچ فرقی با انسان یا موجودات زنده دیگه نداشتن. خب آره دیگه، این ویژن ها و افکت های تصویری که میتونه اتفاق بیفته وابسته به محیطیه که فرد اونجا قرار داره و نوعش، شکل و طرح و همه چیش خیلی بستگی به محیط داره. حالا من یه سوالی که برام پیش اومد، تا اونجا که شنیدم و متوجه شدم از حرفاتون، توی اون نیم ساعت، یک ساعت اول سفرتون، خب گفتین که با سوالای خیلی زیادی داشتین روبرو میشدین و بعدش به جواب ها رسید. خب اون سوال و سوالای سختی بوده با توجه به اون چیزی که برام تعریف کردین که چرا مثلا اون درد و رنجا اتفاق افتاده، چرا مثلا به عنوان یک کودک براتون سوال بوده که چرا اون تصمیم ها رو مثلا پدرتون گرفته. حالا میخوام اینو بدونم که توی تریپ وقتی این سوال داشت براتون اتفاق میافتاد، اینو به شکل یه تجربه بد داشتین تو اون لحظه پردازش میکردین، یا یعنی اینکه یه چیزی بود که میدونستین قراره حل بشه و به یه نتیجه بهتری برسه. میخوام بدونم اینو میتونستین تو اون لحظه توی کاتگوری بد تریپ بذارین یا اینکه حس خوبی بهش داشتین. میخوام یکم راجع به این صحبت کنیم. خب ببینید، من به پاسخت رو به این صورت میدم که از نظر من کلا چیزی درست بد تریپی وجود نداره. خب تریپی که شما اون رو اسمش رو بد تریپی میذارین، در واقع بخشی از درون خودتونه. اوکی، اگر قرار باشه من با چیزی که برام ناراحت کننده است و اذیت کننده است یا حتی ترسناک روبرو بشم، پس یه جایی درون من داره از اون رنج میبره که قارش تصمیم گرفته من رو با اون روبرو کنه تا من با اون به صلح برسم و اون رو بپذیرم. اوکی، بنابراین من کلن این چیزی به اسم بد تریپی توی باورهای من وجود نداشت از اول، برای همین هیچ چیز رو بد تفسیر نمی کنم. حتی تو زندگی واقعی من کلا چیزی به اسم بدی برای من وجود نداره، یعنی هیچ اتفاق بدی وجود نداره تو دنیا. هر اتفاقی که میفته، آقا مثلا من ماشینم از دست میدم، نمیدونم فلانم از دستم، اون یه تجربه‌ایه برای اینکه من یه چیزی، یه لول اپ بشم، یه چیزی یاد بگیرم، یک حرکت، یه تکونی به خودم بدم. اوکی، کلا برای من اینطوریه، این باور بد وجود نداره، نه در مورد اتفاقات، نه در مورد تریپ. بنابراین پاسخ شما نه، من چون کلا هیچ چیزی رو بد نمیدونم، پس نه، من هیچ تجربه بدی از اون خاطر، حتی از اون اشکایی که میومد، حتی از اون هم اذیت نمیشدم. میگفتم اوکی، داره یه پاکسازی داره در اونم اتفاق میفته و هیچ بازداری نداشتم. گفتم اوکی، بذار اتفاق بیفته. درست. خب این خیلی با تو موافقم که بستگی داره به طرز فکر و مایندست و کلن عقاید اون آدم که از اون اتفاقی که داره میفته در نهایت چه برداشتی میکنه، چون که اون اتفاق شاید اونقدر مهم نباشه، بیشتر اینه که تو چه تفسیری ازش میکنی. اگه طرف اینو از قبل بدونه، خب به هر حال شما گفتین که با کتاب و مطالعه با این دنیا آشنا شدین، شاید این دونستن این که به یه نتیجه خوبی این موضوع ختم میشه، به یه نوع پاکسازی شاید بشه بهش نگاه کرد، این توی اون لحظات بهتون کمک کنه که اینو برداشت بدی ازش نکنین. ولی خب یه آدم مثلا عادی که صرفاً با این اتفاق روبرو بشه، به نظر من برای اون آدم میتونه بد تریپ معنی داشته باشه و اگه این دانسته رو از قبل نداشته باشه، اتفاقاً میتونه توی اون لحظات خیلی سختی بهش بده، یا حتی بعد اون اتفاقا یه نوعی از PTSD رو به نظر من میتونه تجربه کنه، چون میتونه یه سانحه بد توی ذهنش بیر بشه اون اتفاق یا اون تریپی که براش اتفاق افتاده. ببین نقاش اینطوری که خودش درمان PTSD. ببین
بذاری چیزی بهت بگم. من اولش هم گفتم اونایی که قارش استفاده میکنم، یعنی قبل چیز دو دستن، کسایی که قارش رو به عنوان دراگ ازش استفاده میکنن برای اینکه روش فاس بگیرن یا توی جمعی استفاده میکنن، اینها قضیهشون دقیقا همون اتفاق بد تریپی رو اونا تجربه میکنن. ولی کسایی که نه، قارش رو از اول یک موجود مقدس میدونن، به عنوان یک راهنما، یک مشاور، یک درمانگر بهش نگاه میکنن، به هیچ عنوان وتریپی رو، اون چیزی که به اسم وتریپی بقیه میشناسن، تجربه نمیکنن. چون میدونن اگرم سیایی هستش، اگرم چیزی دردناکی قرار تجربه کنن، چیزی که تو زمین ناخودآگاه خودشون انباشته شده و روانشون رو داره آزار میده، بنابراین با آغوش باز اون رو میپذیرن و حلش میکنن. یه نکته دیگه هم بهت بگم که لطفاً اگه بچه هم میخوان تریپ کنن، یه مقدار مطالعات روانشناسی هم داشته باشن. چرا اینو میگم؟ چون که آگاهی از احساسات خیلی کمک میکنه به تریپ. احساساتی مثل شادی، مثل غم، عصبانیت، حسادت، ترس، خشم، عصبانیت خشم بیه که اینها اگه بشناسی، جنس احساس رو بشناسی، خب توی تک تکش خیلی، توی تک تک مراحلی که از تریپ، مرحله اولش، دومش، اوج تریپت، پایین اومدن تریپت، تک تک اینا احساسات متناقض و بالا پایین خیلی زیادی رو قرار تجربه کنی. اگه این احساسات بشناسی به لحاظ علمی درون خودت و فرق بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و چیزایی که از خودآگاه میزنه بیرون و چیزایی که از ناخودآگاه قرار بزنه بیرون بدونی، اینم خیلی کمک زیادی میکنه، خیلی کمک میکنه بچه ها به تریپ، به تریپی که نتیجه مثبت روی روح و روانتون داشته باشه، روی زندگیتون داشته باشه. این خیلی کمک میکنه. آره، من کاملا با این نکته شما موافقم و تو حرفم هم گفتم که این دونسته هایی که از قبل ما داریم، حالا به طور کلی خصوصا روی این مسئله روانشناسی و شناخت ذهن و ناخودآگاه، 100% میتونه توی اون لحظات سخت به کار بیاد و کمک کنه. حالا من یه تجربه شخصی که خودم دارم، توی یه دونه تریپام که 3 گرم استفاده کرده بودم و فکر کنم تجربات دوم سومم بودش، حالا کاری ندارم که در کل چه اتفاقی افتاد، یه قسمت به خصوصیش بود که به اون حالت ایگودس رسیده بودم و هویت نداشتم، هی داشتم تلاش میکردم که به اون آدم روزمره‌ای که همیشه هستم تبدیل بشم. این ناشناختگیه داشت ذهنم رو اذیت میکرد که چرا الان نمیتونم مثلا حتی گوشی خودم رو دست بگیرم یه دونه آهنگ توش پخش کنم، حتی مثلا یه چیزی از روی زمین کار به همین سادگی، یه چیزی رو از روی زمین بلند کنم و یه نوشیدنی رو بخورم، این کارو نمیتونستم بکنم، حتی مفهوم انجام دادن این کارو درک نمیکردم. این به خاطر اتفاق افتادن این ایگودسه بود و واقعا احساس میکردم توی اون لحظات که دارم میمیرم. اینو میگم، ولی چی به من توی اون لحظات کمک کرد؟ این بود که حالا من اینو توی همه برنامه ها میگم دیگه، توی پادکست دانستگی من از قبل خب اینا رو گوش داده بودم و صحبت‌های آرش راجع به این شنیده بودم که سایکدلیکا اووردوز ندارن، شما هر چقدرم که این افکار بیاد سراغتون که مثلا احتمال مرگ داری میمیری، دارم سکته میکنم، وای تشنج نکنم، نه قرار نیست این اتفاقا بیفته. دونستن این موضوع توی اون لحظات واقعا بهم کمک کرد که یه ذره به خودم کنار بیام. نقش تریپ سنتر رو اگه یک دوستی داشته باشدم کنارش، یه تریپ سنتری داشته باشه کنارش که اون هم آگاهی کافی رو داشته باشه به این دنیا رو بشناسه، جنس رفتارها رو بشناسه، عوارض فیزیکی این مصرف قارچ‌ها رو بشناسه، خیلی خیلی میتونه کمک کنه بهتون. خیلی، اگه اونجا شما، به نظر من، این نقطه نظر شخصی منه، میتونه درست هم نباشه، ولی نقطه نظر من اینطوری که اگه یه نفری کنارتون بود که میشناخت، میتونست همون لحظه‌ای که شما بی‌هویت شدین رو تبدیل به زیباترین لحظه تریپتون بکنه. این قشنگ میشد که وصل بشید به انرژی اصلی، چون دیگه هیچ هویتی باقی نمونده بود، شما اون لحظه شده بودید روح خالص. اگه یه تریپ سنتر خوب کنارتون بود، به نظرم میتونست که خیلی تجربه خفن‌تری رو بهتون بده. این هم خیلی به نظر من، بچه اگه میخواد بچه که میخواد این کار کنن، یه دوستی، خب همیشه که تریپ سنتر از وقتا تو ایران میدونم نیست، شما قبلا خیلی سرچ کردم، و
ولی دوستایی که حداقل یه مقدار آگاهی دارن، این دنیا رو میشناسن، شما رو میشناسن، شما باهاشون راحتید، معذب نیستید، بهش اعتماد دارید، خیلی مهمه. چون اون طرف قراره چیزی از شما ببینه که حتی شما خود شما و خودتون تا حالا ندیدید. بنابراین خیلی مهمه که به اون طرف اعتماد داشته باشید، یه طرف معتمد باشه، آگاه باشه و این دنیا رو بشناسه، شما رو بشناسه. این خیلی به تریپتون کمک میکنه، خیلی به تریپ. اگه میخواین تنهایی، به نظر من اگه کسی میخواد تنهایی تریپ کنه، خودش رو به اون لول بعد برسونه که بتونه خودش رو مدیریت کنه، احساساتش رو مدیریت بشناسه، جنس تمام اتفاقات رو بشناسه تا بتونه اون نتیجه‌ای که میخواد از قارش بگیره. آره 100%. حالا جالب اینه که اون تجربه که تعریف کردم، من دوستم کنارم بود، فقط اینکه چون جفتمون با هم توی تریپ بودیم، اونم داشت با اتفاقات خودش دست و پنجه نرم میکرد خیلی. آره تریپ صدایی که میدن خودش تریپ نمی کنه، آره در نهایت به اون آرامش مطلق و اون وصل شدنه رسید اون تجربه هم، فقط مسئله این بود که با نیم ساعت 40 دقیقه زجر به اونجا رسید. اون نیم ساعت 40 دقیقه من داشتم مقاومت میکردم با اتفاقی که داشت میافتاد و کلیدش رها کردن بود صرفا در مقابل جریانی که این جریان رودخونه‌ای که داره حرکت میکنه، من سعی نکنم خلافش شنا کنم و خودم رها کنم. و میگم اولش این شوکه شدن با این اتفاق، با روبرو شدن با این اتفاق عجیب باعث شد که مقاومت کنم، ولی همون دونسته هایی که از قبل با شنیدن پادکست ها و حالا صحبت های میگم آرش توی پادکست دانشگاهی داشتم، باعث شد که بالاخره رها کنم و به اون سرانجام خوبم برسه در نهایت. خیلی هم عالی. آره حالا برگردیم به تجربه شما. من حالا یکم دوست دارم راجع به این صحبت کنیم که بعدش چه اتفاقی افتاد. الان حدوداً میتونیم به من بگیم که مثلا چند روز گذشته از اون تجربه؟ حدوداً فکر میکنم یه هفته. خب شما تأثیر به خصوص یا محسوسی توی زندگی روزمرتون هم دیدین بعد از اون اتفاق؟ دوست دارم راجع به اینم صحبت کنیم. آره ببین، تأثیری که برای من داشت اینطوری بود که خب من 6 سال اومدم هلند، مهاجرت تنها بود، خودم مهاجرت کرده بودم. مهاجرت واقعا سختی های خاص خودش رو داره، اینکه تو بیای قشنگ از منفی اینجا باید شروع کنی، یعنی خیلی دیگه همه چیز سخت‌تر ساختنش به اون چیزی که تو کشور خودت داری. و واقعا اتفاقات سخت و تجارب سخت تو مهاجرت داشتم، روزایی که واقعا خسته می شدم، خیلی خسته، یعنی به حدی که دیگه واقعا نمی دونستم بچه هم می بریدم دیگه، ولی همچنان ادامه می دادم. برای من اینطوریه که تمام سختی ها صفر شد توی باورهام، توی ذهنم، توی روانم، اون سختی ها صفر صفر شد، یعنی هیچ چیز دیگه، حتی اون تجربیات هم دیگه برای من وقتی فکر می کنم بشون دیگه برای من سخت نیست. خب این چیزی بود که آخر تریپ به من گفتش، وقتی من از جنگل که اومدم بیرون، روبروی این جنگل یه پارک دایناسور داره که برای بازدید مردم بچه‌هاشو میبرن برای باز. حالا من هر روزم رو تریپ بودم، ولی از جنگل که زدم بیرون روبرو یه این فضا، این صداها میومد. بعد اون صدا گفتم، با صدای پدرم داشت به هم صحبت کرد، اون صدا به من گفت ببین زندگی در عین حال که زیباست مثل این جنگل پر از آرامشه، این سختی ها رو داره، این صداهای خشن، این کار کردن های سخت، این تلاش کردن ها برای زندگی، اینها هم هست، این بخشی از اینه. ولی چیزی که تو باید بدونی اینی که همواره ما، یعنی اون انرژی های برتر، کائنات، همواره تلاش میکنیم زندگی تو رو به یک جشن برات تبدیل کنیم. پس تو شادمانه در این جشن برقص و شاد باش و رها باش. اوکی؟ این چیزی بود که توی زندگی من اثرگذار بود. اینکه واقعا صفر شد. واقعا اینکه سختی های مهاجرت و اون چیزایی که تو ذهنم بود نسبت به این داستان واقعا برای من صفر شد. خیلی عالی. آره اون کلمه اکت یا اکسپتی که میگم به معنی واقعی انگار درونم نهادینه شد. مثل میمونه که شما یه تصویر رو دوست داری، اکتش رو میبینی، بعد اون تصویر رو بدن خودت تتو میکنی. خب چقدر این تصویر برات واقعی تر میشه وقتی تتو میکنی. و
برای من این اکسپت میدونستم، خب خودم چون روانشناس بودم میدونستم اکسپت یعنی چی، میدونستم اکت یعنی چی، ولی اینگاه درون من نهادینه شد، یه جور خیلی خیلی خاصی درونم حک شد این واژه، این پذیرشه، این مفهومه. برای من تو زندگی واقعی این بود، اینطوری بود که خیلی خیلی همه چی خیلی همه چی آروم‌تر شد. هم این پیامدش بود توی زندگی واقعی، همون آرامشی که نسبت به نبودن پدرم نیاز داشتم که بهش برسم، اون عدم پذیرشش که نبود و مرگش نپذیرفته بودم، این پذیرشه بعد از 30 سال درون من اتفاق افتاد بالاخره و به این پذیرشه رسیدم که اگر حالا پدرم از این دنیای فیزیکی رفته، به دنیایی از انرژی وصل شده که از طریق اون انرژی همیشه و همه جا همرامه و اصلا رفته که بیشتر هوام رو داشته باشه، چون تو دنیای فیزیکی نمیتونسته اونجوری که دلش میخواست هوام رو داشته باشه به این علت. و اینم به من داده شد، این پذیرشه بعد 30 سال اتفاق افتاد درام بالاخره، با اینکه تمام تکنیک‌های روانشناسی من انجام داده بودم سالها قبل که ایران بودم، اما همچنان درون ناخودآگاه من بود این عدم پذیرش. این دو تا چیز بزرگی بود که برام اتفاق افتاد. آره خوشحالم که خب به هر حال این تریپ غیر منتظره که براتون اتفاق افتاده و به نوعی قارچ سراغتون اومده براتون این تجربیات مثبت رو در نهایت به دنبال داشته. و اینکه من سوالایی که توی ذهنم بود بپرسم و ازتون پرسیدم، یعنی اگه نکته جا مونده بهش اشاره کنین لطفا. ببین تنها نکته که میخوام بگم اینه که لطفا قارچ رو نه دراگ بدونید نه یه گیاه بدونید. قارچ یک موجود مقدسیه که شما مثلا تو ادیان مختلف، تو ادیان ابراهیمی عیسی و موسی محمد، توی ادیان عربی محمد، تو ادیان تو هر دینی یک چیز سمبولیک مقدسی دارن. توی دنیای انرژیک واقعا قارچ رو این مدلی مقدس بدونید و لطفاً با آگاهی برید سمتش، چون اون موقع است که میتونه تاثیر بذاره، اون موقع است که میتونید ازش نتیجه بگیرید. در غیر این صورت واقعا حتی طرز مصرف کردنش هم لطفا اول یه مقدار آگاهی کسب کنن بعد استفاده کنن. خود شیوه استفاده کردن و قارچ‌های مختلف هم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره با هم دیگه. کلا اول آگاهی از هر چیزی مقداری، حالا نمیگم خیلی ولی خب یه مقداری، چون من توی اینستاگرام میبینم، خیلی توی اینستاگرام میبینم که متاسفانه اطلاعات اشتباه بسیار زیاد داره منتشر میشه در مورد داستان قارچ ها توی اینستاگرام و این اصلا خوب نیست. این همه اطلاعات غلط دادن اصلا خوب نیست، که افتضاحه واقعا، اصلا خوب نیست، نکنید لطفا با قارچ این کارو نکنید. علتی که دوستشم تجربه بگم همین بود که فقط بگم واقعا قارچ یه چیز بسیار متفاوت از تمام چیزهایی که ممکن تو زندگی تو تجربه کرده باشید، پس دیدگاهتون هم نسبتش متفاوت باشه. دراگ و گیاه و اینا نگاهش نکنید. درست، منم کاملا با همه این نکته ها موافقم و به نظرم خیلی گفتگوی خوبی بود. خیلی من چیز از شما یاد گرفتم و تشکر میکنم که امروز اومدین با هم دیگه صحبت کنیم. خواهش میکنم، امیدوارم تونسته باشم کمک کرده باشم. روز خوبی داشته باشین و دیگر بچه هایش کنور جاری برن. خدافز قربان شما، متشکرم.